سلام، من نسیمم. به یه ویدیو دیگه با من خوش اومدین. امروز با هم اومدیم هومچکی. هومچکی یه مرکز خریدیه که توش تمام لوازم خونه هست. تا حدودا با هم دیگه بریم و بگردیم و قیمت لوازم تو خونه دستمون بیاد. با هم بریم ادامه ویدیو رو ببینیم. خب همونجور که گفتم ما وارد هومچکیو شدیم تا قیمتا رو با هم دیگه ببینیم، مقایسه کنیم. و باید بهتون بگم که این تنها فروشگاهی نیستش که من برای لوازم خونگی قراره برم. دونه دونه قراره لوازم خونگی‌هایی که اسمشون رو میشنویم و پیشنهاد میدم برای خرید و بریم با هم دور بزنیم تا بتونیم در نهایت نتیجه بگیریم که کدوم از این فروشگاه برای خرید لوازم بهترن. خب همه میدونیم که لوازم خونه یه چیز خیلی سلیقه‌ایه و هر کسی ممکنه یه سری از آیتما رو برای لوازم خونش انتخاب بکنه. مثلا برای سرویس خواب هر کدوم از این قسمت‌ها، هر کدوم در واقع از این تیکه‌ها قیمت خودشونو دارن و طبیعتاً شما به سلیقه خودتون میتونید هر چند تا تیکه دوست داشته باشین سفارش بدین. ولی من این مجموعه ستی که گذاشتم در واقع یه مجموعه کامل از این ستای تخت خوابی هستش که اینجا خودشون در نظر گرفتن. طبیعتاً انتخاب کردن لوازم خونه و سرویس خواب و همه تجهیزات خونه خیلی سلیقه‌ایه و هر کس ممکنه سبک سلیقه خودش رو داشته باشه، یکی مدرن دوست داشته باشه، یکی کلاسیک دوست داشته باشه. من وقتی وارد فروشگاه شدم سعی کردم که تمام این سبک‌ها رو کاور کنم. مثلا الان دارم از سبک چوبیش اینجا براتون فیلم برداری می‌کنم. سعی کردم تمام مدلایی که توی فروشگاه دیدم براتون فیلم برداری بکنم و تا بتونید حدود قیمتی که نسبت به سلیقه خودتون دوست دارین دستتون بیاد. نکته که لازم دونستم بهتون بگم اینه که الان همه این فروشگاهی که رفتی بالاش خورده 50%، یعنی تقریبا 50% روی این آیتما آف خورده. تازه این قیمتاشون هست، ولی شما تو زمان آفش نباشه خب طبیعتا این محصولات 50% گرون‌تره. یه نکته ای که بخوام بهتون بگم اینه که مثلا این فروشگاه قیمت‌ها رو بعد از تخفیفش روی محصولات زده، ولی فروشگاه‌های دیگه‌شون رو که رفتین قیمت اصل خورده و در زیرش اومده بعد از تخفیفش براتون خورده. پس حتما وقتی برای خرید میرید و میبینید که آفزاده، حتما از فروشنده بپرسین که این قیمتایی که روی آیتما خورده بعد از تخفیفه یا قبل از تخفیف. خب حالا از قسمت تخت خواب خارج شیم، بریم سمت ملافه و روبالشتی ها. بعد بهتون بگم تنوع توی این مغازه خیلی زیاد بود، ولی تقریبا سعی کردم از مینیمم ماکسیمم قیمت هایی که این مغازه داشت براتون بذارم، ولی بازم متناسب با سلیقه‌تون میتونید تعداد آیتم ها کم و زیاد کنید که قیمتش متفاوته. خب حالا وارد قسمت مبلمان شدیم، ولی دوست داشتم که یه نکته رو بهتون بگم که اگه شما جزو افرادی هستین که سبک کلاسیک دوست دارین یا به قولی دوست دارین کمی مبلاتون سلطنتی باشه یا چوبی باشه، این فروشگاه خیلی انتخاب مناسبی برای شما نیست، چون بخاطر اینکه بیشتر مبلایی که هستن اسپورتن و تقریبا طرح مدرن دارن و اگه شما سبک سلیقتون اینجوری نیست پس بهتر اصلا سمت هومچکیو نیایید. خب به نظرم دیگه از قسمت مبلا خارج بشیم و بریم قسمت مهم خونه، یعنی آشپزخونه. باید بهتون بگم که تو استرالیا اگه شما دارین خونه رو رنت میکنید و یا میخریدش، اصولا گاز جزو آپشنایی که توی خونه هست، ولی باز من ازش فیلم برداری کردم تا یه حدود هزینه دستتون بیاد که اگه خودتون دوست دارین گازتون رو بخرید یا اگه خونه گرفتین که احیانا گاز نداشت بتونین تقریبا هزینه رو بدون که چقدره. یه نکته که بخوام راجع به وسایل برقی یا وسایل داخل آشپزخونه بهتون بگم اینه که شما ممکنه یه مدل رو انتخاب بکنید ولی چندین تا قیمت داشته باشن. تفاوت این قیمت‌ها اصولا روی اون گارانتیه که روی محصولاتتون هست که کنار تمام محصولاتی که شما میدید نگاه میکنید کاملا دیتیل گارانتیش خورده که چقدر براتون سیو میشه و تا چند سال گارانتی داره. پس اگه شما یه مدلی رو دوست دارید و براتون مهمه که حتما گارانتی داشته باشه که خب میتونید روش مانور بدید، ولی اگه براتون گارانتی خیلی مهم نیست میتونید آیتم ارزون ترش رو انتخاب کنید. خب راجع به گارانتی ها براتون گفته بودم، الان اینجا هر دوتا اینا گولد سرویس هستن، 5 سالم گارانتی دارن
کنار تمام اینا گارانتی هاشون خورده که شما چقدر باید براش پرداخت بکنید و همینطور چند سال براتون گارانتی داره و همونجور که گفتم ممکنه الان توی آیتم هایی که من بهتون نشون میدم یه مدل و یه حجم و یه کیلو داشته باشن ولی قیمتاشون با هم متفاوت باشن و این تفاوت قیمته قطعا به خاطر اون گارانتیه که دارن. یه نکته پایانی که بخوام بهتون بگم، بهتره که کنار ماشین لباسشویتون یه خشک‌کنم داشته باشین، چون استرالیا هوا خیلی مرطوبه و فصلی که بارندگی زیاده خب لباس خیلی طول می‌کشه تا خشک بشه و اگه خشک‌کن داشته باشین طبیعتاً خیلی راحت‌تر می‌تونه بهتون کمک بکنه تا لباستون خشک بشه و نم نداشته باشه و طبیعتاً بوی نم هم نمی‌گیره. خب به نظر دیگه اینجا کافیه، بریم سمت تلویزیون. تلویزیون تنوعش خیلی زیاد بود و طبیعتاً همونجوری که میدونید هر چقدر صفحه نمایشش بزرگتر باشه، هر چقدر مدلش جدیدتر باشه، خب تلویزیون گرونتره. پس اگه شما دوستن که یه تلویزیون جدید داشته باشی با یه صفحه نمایش بزرگتر، خب پس باید بدونید که این مبلغ خیلی زیادی رو باید براش کنار بذارید. چون تون جلوتر بهتون نشون میدم مثلا تلویزیونایی هستن که 6000 تا قیمتشونه. ولی اگه خیلی براتون مهم نیست که صفحه نمایش خیلی بزرگی داشته باشن یا حتما آخری مدل باشن، باید بهتون بگم که دستتون خیلی بازه و خیلی تلویزیون هست که میتونید تهیه کنید، چون کنار اینایی که من براتون فیلم برداری کردم یه سری کلیرنساش خورده که ممکنه یه مدل پایین‌تر از این مدل باشه، یعنی در واقع میتونم بهتون بگم مدل آخر اون سیستم نیست و شاید صفحه نمایشش یکم کوچیک‌تره و 70% 50% 80% آف خورده باشه و قیمتش خیلی به صرفه باشه. پس میگم اگه زیاد براتون مهم نیست که تلویزیونتون حتما آخری مدل باشه، دستتون برای خریدن خیلی بازه. مثل همین الان که دارم بهتون نشون میدم که یه مدل پایین‌تر از سامسونگ که 1100 تا شده و قیمتش به یه تخفیف خیلی خوب خورده. خب به نظر دیگه اینجا بسه، بریم یکم وارد جزئیات آشپزخونه بشیم. باید بهتون بگم که اینا خیلی سلیقه‌ایه، ممکن اصلا شما توستر مورد نیازتون نباشه، ولی خب من سعی کردم از وسایلی که به طور عادی تو آشپزخونه استفاده میشه براتون فیلم بگیرم. البته اینجا فقط از توستر است فعلا، ولی یکم جلوتر بریم آیتم‌های دیگه هست، قیمتاشون خیلی مناسبه. البته اینجا باید بهتون بگم که این یه اتوی جدیده که ال جی داشت نشون میداد که شما لباسا خیس هست آویزون میکنید، خودش هم براتون خوش میکنه هم اتو میکنه. به نظر من که خیلی هیجان انگیزه، البته 2800 تا تقریبا پولشه، خب طبیعتا یکم گرونه، ولی در کل به نظرم آیتم خوبیه. خب یه نکته‌ای که بخوام بهتون بگم، توی لاین وسط تمام آیتم‌ها که تخفیف دارن و گذاشتن که به نظرم خیلی هیجان انگیزه و بعد به طور کامل اونجا وقت گذاشت، ولی خب چون قهوه ساز به نظرم بر همه خیلی مهمه و دوست دارن که داشته باشن، سعی کردم که از تمام تنوعی که داره براتون فیلم برداری کنم که خب البته این اسپرسو، ولی قهوه سازاشون هم بود که براتون فیلم گرفتم، چون به نظرم آیتم مهمیه، قیمتاشون خیلی مناسبه و باید بگم که بازم قهوه ساز جزو آیتمایی بود که تخفیف روشون خیلی زیاد داشت. ولی بازم دوست داشتین که تهیه کنید و آخرین مدلشون نداشته باشید، باید بهتون بگم با قیمت خیلی کمتر تو لاینای وسط موجود بود.
خب باید بگم که رسیدم به قسمت مورد علاقه ایرانی‌ها که در واقع چاییه، که این قسمت چای سازشه که طبیعتاً همونجور که دیدید از 30 دلار تقریبا شروع میشه و تا 150-60 دلار تنوع داره و هر کدوم از مدلاشو که دوست داشته باشی میتونی انتخاب کنید. اینم توسترشه که بازم نمیدونم شاید تم خیلی واجبی برای آشپزخونه خیلی ها نباشه، ولی چون اینجا بیشتر از نون توست استفاده میکنن طبیعتاً برای آشپزخونه خیلی واجبه که یه دونه حتما تهیه کنید. خب این ویدیو من تموم شد. مرسی تا آخر ویدیو من همراه بودید. ممنون میشم اگه ویدیو دوست داشتید لایک هم کنید، سابسکرایب هم کنید، برام کامنت انگلیسی بذارید. اگه به نظرت ویدیو جالب بود برای دوستات بفرستید. تا ویدیو بعدی خداحافظ.